روز پنجشنبه 29 فروردین خشم مردم خرمبید از توابع آباده در استان فارس در محوطه معدن چاه مرغی مرمرید تنین انداز شد. این چندمین بار است که اهالی خشمگین خرمبید به تصاحب این معدن اعتراض می کنند. موج خشم مردم خرمبید بحران را به مجلس ارتجاع کشاند و از غارت باندهای حکومتی پرده برداشت. جوای رحیم زارع نماینده آباده. تذکر بندم به رئیس جمهور محترم و معاون اولشون است. معدن چامرغی را در قالب مصوبه مردمی تایید کردید، مصوب کردید. معاون اول شما مصوبه را تغییر داده. علارغم اینکه تعاونی تشکیل شده با 35,000 نفر عضو، در شرایطی که جامعه نیاز به آرامش داره، دور از تنش باشه، استحضار دارید که در پنجشنبه مردم داخل معدن ریختن، ویران شده، بی نظمی به وجود اومده، لابد با تنش در جامعه، ناامید کردن مردم دنبال حماسه سیاسی هستید. معاون اول شما مقصر هستند که این بی نظمی ها به وجود اومده. در هر استانی که هستید سریعا این کار را انجام بدید، جلوگیری کنید از تنش مردم در شهرستان خرمبید. معدن چاه مرغی بزرگترین و مرغوبترین معدن سنگ مرمریت کشور است. بهره برداری از این معدن از سال 72 به مدت یک دهه به شرکت خصوصی سنگ زاگرس واگذار شد. غارتگران حکومتی بدون برگزاری مزایده از آن بهره برداری می کردند. اما مردم خرمبید با اعتراضهای مکرر خود سرانجام در سال 86 دولت را وادار کردند که معدن را به مردم منطقه واگذار کند. حدود 40,000 نفر از مردم با سهامگذاری در یک شرکت تعاونی به نام شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر اقدام کردند. اما کارگزاران رژیم بار دیگر مردم محروم را در بازی‌های باندی کنار زدند. دیوان عدالت اداری رژیم در مهر ماه 1390 حکم واگذاری معدن به مردم را متوقف کرد و مجدداً به همان غارتگران قبلی واگذار کرد. به دنبال آن معدن تعطیل شد، کارگران بیکار و کارخانجات سنگ شهرستان نیز تعطیل شدند. مردم خشمگین خرمبید در تجمعات اخیر گفتند تا رسیدن به حقشان از پا نمی نشینند.